بسم الله الرحمن الرحیم دلوی او بخون کچکتن پنام گران خوان دورون زمرایت طولد بشیرت ستر پیشوا توفت روانکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دلیل نشست امروزی ما ایست که گزارش از وضع قندوز خدمتان راشه دیروز بر شهر قندوز حمله شد و یک قسمت تأسیسات دولتی اشغال شد. امروز قوای امنیتی ما در پیشرفت است. یک قسمت تأسیسات دولتی دوباره گرفته شد. قوای تازه نفس هم به قندوز هم به بغلان رسیده، یک کندک کامل اردوی ملی در حال رسیدن به قندوز است. همچنین قوای خاص پلیس، قوای کماندوی ما او نور قوای قندوز یا رسیدلی دی او یا پرسیدو کی. دگر جنرال عبدالحمید کماندان قول اردوی 209 اداره عملیات از دیروز مستقیما به عهده گرفت. تمام اراکین دیگه امنیتی تحت نظر یک کمانده واحد کار میکن. ستونزه چیر؟ ستونزه دلته ده چه یو غدار دخمن لملکی اشخاصونه سپر جور کرد. ده افغانستان دولت یو مسئول دولت ده او خپل وگلو بانده خپل وطن والو بانده ده خار پا منز که بمباری نسی کوای او نیکی. نو ځکه امای داد وزیر صاحبانو ته قماندان صاحبانو ته او داده او نور ټولو امنیتي او ملکي چارواکو ته داده چې لومړی به د ملکي وګړو ځوان ته توجه کړي او دا توجه سوي او کیږي به. اما به دښمن تلفات سنگین رسانیده شده. در چند حمله هوایی و در برخوردهای زمینی تلفات دید. ما به تفصیل عملیات قندوز نمیرم. سر جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس به امنیت ملی و تمام اراکین ما اعتماد دارم و همچنین سر قماندان های ما. نقاط را که ما سرش تأکید میکنم نقاط زیل است. اول، نیروهای امنیتی و دفاعی ما از شروع سال تا بال با جنگ که حداقل 7 مرحله تغییر تاکتیک و خونریزی را در بر داشته بسیار مدبرانه و موفقانه مجادله کردند و اهداف دشمن که سقوط دولت و بی‌اعتباری و بی‌عزتی ملت ما بود ناکام ساخت. دوم، هماهنگی در سطح 3 ارگان امنیتی و دفاعی ما به شکل احسن وجود داره. به زودترین فرصت با تسهیل شورای امنیت ملی کارهای خود انجام داد. سوم، قندوز با وجود مشکلاتی که ایجاد کرده محدود است، چون در گذشته از قندوز یک تعبیر وسیع شده. بنابری اما مثالی که مرگزیده از ریسمان دراز میترسه ایجاد یک شک و شبه و فضای وحشت بوده. ما میخوایم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است.
از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است، ما به این باید راند. نقطه آخر، در ابتدای سال وقتی که بار بزرگ سرشانای ما آمد، با قوای امنیتی و دفاعی خود با وضاحت ابراز کرده بودم و تحلیل مایی بود که امسال مشکلترین سال امتحان قوای امنیتی و دفاعی ما خود باشه. بدبختانه این پیشبینی ما درست آمد، خوشبختانه قوای امنیتی و دفاعی ما با قوت تمام تانستن که وظیفه وطن پرستانه، وظیفه ملی و وظیفه اسلامی خود را انجام بده. دا جنگ پا مقبند تحمیل سوای او تاس طول تا معلوم ده چه دا جنگ دی او چا پا نام مقبند تحمیل سوای چه لدو کالان زیادتر ملو لویترین دروغ دی تاریخ پا دی خلکو بانده تحمیل سوای او د افغانستان ولس باید په دې باورې او دا باور لرو چې هر مشکل چې موږ باندې تحمیل سي انشاءالله تعالی ورنه بریالی وزو، ځکه د افغانستان ولس واضح تجربه لري چې خپله بقا په هیڅ شی نه خرڅوي. قرآنی آیت ده چې پس له هر سختی نه به خواله راسی و به یه امید ده محکم به طرف آینده میریم با مشکلات، با وحدت کامل، با اتکا به قانون اساسی ما و با باور به این که تمام ملت افغانستان صلح پایدار، صلح با عزت و صلح در داخل ارزش های قانون اساسی ما، مخصوصا فصل دوم قانون اساسی ما که سر قوه جایب است میخواییم. زبیم طول نمانه نکوم او غوارم پیتمینان خپل زوان تا دوام ورکو، خپل امنیتی او دفاعی قواو بانده اعتماد ولرو او ده اعتماد پا اساس بانده ده افغانستان عزت آبرو او لطولون استقلال او ارزی تمامیت انشالله تعالی بخیر و ساتو. ارزم نیک مرغم.